بچه ها چطوری خوشبرید به یک ویدیو دیگه با من. بعد از مدت ها من اومدم برای کسایی که اولین ویدیو باشه شاید که از من میبینن، من ویانم و توی پیجم یه سری ویلاگ و ویدیوهای مختلف از اتفاقای روزانه و درس و هر چیزی که کلن بلدم میذارم. حالا دوست داشتید یه سر بزنید به چنلم. خیلی وقت نایمن افکر هم یک ماه میشه که ویدیو نذاشتم. توی یک ماه چی گذشت؟ توی یک ماه چی شد؟ بذارید بهتون یه آپدیت بدم. اول اینکه من یه سفر رفتم یه از اونجا کلی دوستای جدید پیدا کردم، خیلی بهم خوش گذشت. ولی از همون اولش که داشتم میرفتم اینطوری بودم که ویدیو نمیگیرم، ولاگ نمیگیرم، چون که میخوام مثلا نهایت لذت اونجا ببرم، هی حواسم به گوشی و اینا نباشه. و خیلی بهم خوش گذشت، یعنی دوستان دوباره برگردم اونجا و دوباره برم یزد با بچه‌ها. و اون هیچی، بعدش امتحانای میان ترمم بود این وسط که خب می‌خواستم براشون بخونم و اینا، بخاطر همین خب خیلی قاطی پاتی بود کلاسا. و مهمتر همه من یک کنسرت پیانو داشتم که توی سالم خیلی برای خودم بزرگش کرده بودم و خیلی استرس اون کنسرت پیانو خیلی بود. و هر موقع مثلا کتابو باز می‌کردم درس بخونم اینطوری بودم که برم پیانو بزنم و خب فکر کنید نمیشد ویدیو هم گرفت. و اون کنسرت خیلی خوب پیش رفت. من فیلمشو براتون توی چنل تلگرام هم گذاشتم، حالا اگه بخواید اینجا هم براتون میذارم. امروز گفتم دیگه ام نره امتحانای ترمه، یه ذره شاید بره به سمت درس خوندن این مدت که یک ماه چنل، ولی بعدش دوباره اوکیه و گفتم که بیام ویدیو بگیرم براتون، بازم خوبه با هم باشیم. و امروز دیگه پا شدم از خواب، یکم دیر بلند شدم و کارامو کردم، یه ذره پیانو تمرین کردم، صبحونه خوردم، لباسامو عوض کردم و اومدم که ویدیو بگیرم. و برای ناهارم میخوام برای خودم یه همبرگر درست کنم. و از شنبه‌م امتحانه، من شنبه امتحان دینی دارم که یه دور خوندمش و بقیهش بمونه برای فردا شب که جمعه است یا شنبه صبح. ولی میخوام الان بخونم برای امتحان ادبیاتم که دوشنبه است، چون ادبیات خیلی حجم زیاده و من یک شنبه هم دو تا کلاس دارم زبان و باشگاه، به خاطر همین یه ذره خسته میشم و میخوام امروز حتما بخونم و فردا دوباره یه دور دینی رو مرور کنم. حالا گفتم بیام ویدیو بگیرم، حالا نمیدونم این ویدیو به امروز ختم شه یا فردا هم ادامه داشته باشه، ولی بهتر از هیچیه. و آره دیگه همین، بریم که امروز رو با هم بگذرونیم. و اینم خواستم بهتون بگم، این بود که یادم رفته بود، این که توی چنل تلگرام من میام یه روزایی که میخوام درس بخونم لینک گوگل میت میذارم و همه با هم میریم درس میخونیم و خیلی اونجا خوش میگذره و خیلی حس انگیزشی داره، چون همه با همین و همه دارن درس میخونن، خیلی حس خوبی داره و واقعا باعث میشه متمرکز باشی. من خودم اینطوریم، چون دیگه چون توی اون رومی دیگه نمیتونی بری بیرون بری جاهای دیگه گوشی، به خاطر همین حواست پرد نمیشه. یه ذره من دماغم تیپه به خاطر اینه که من حساسیت فصلی دارم و کارش هم نمیشه کرد. خلاصه اگر صدام یه ذره عجیب و لوس شده ببخشید. بریم که اول میخوام برای همبرگر درست کنم، چون یک عدد چیکم اونجاست. و خب اول غذا بخوریم بعد انرژی بگیریم درس بخونیم. بعدش هم یه نوشیدنی مثلا میارم زم کنارم و احتمالا روم بذارم با بچه ها درس بخونیم.
وسط وسط این همه درس و کار اینو با هم تست کنیم. آنیتا گفتش که این مثل که این مارک آنیتا خریده اینو، اون یه آب نباته اون که مثل اینکه خیلی ترشه و گفت بازم در جای مختلف داره، این انگاه آخرین درجهش نیست. من گفتم بیایم اینجا هم تستش کنیم. جعبهشو ندیدم اگه نه بهتون میگفتم. ترشه ولی از این ترشه نیستش که یه بار امتحانش کنیم. ترشه باحالیه، یعنی من ترشه دوست دارم، خوشم میاد در همین حد ها، بعد میره بعد شیری میشه. شیری شده الان. خلاصه که میتونید امتحانش کنید. اینه جعبهشو ندارم اگر براتون میذاشم. توی جعبه بزرگتر بود، چند تا توش بود فکر کنم. الان شیرین شد. ترشش خیلی خوشمزه بود، یعنی اگه کلش اینطوری ترش بود خیلی باحال‌تر بود.